الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، همه می دانیم که الله متعال کتاب آسمانی قرآن را به عنوان آخرین پیام خودش توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما فرستادند. این قرآن برنامه زندگی هست، روش زندگی، برترین اعتقاد را، برترین باور را، بهترین روش برای زندگی را و بهترین اعمال و بهترین روش عبادت را به من و شما معرفی می فرماید و واقعا هم این گونه هست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن انسان را به بهترین ها رهنمایی می کند. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، این قرآن برای مؤمنان هم هدایت هست و هم مایه شفا هست. پس بنابراین انسانهای مسلمان باید در طول زندگی خودشان، در شبان روز زندگی خودشان از این قرآن نباید فاصله بگیرند. این قرآن را همیشه باید در کنار خودشون داشته باشند، مطالعه بکنند، بخوانند و احکام زندگی خودشان را و شرع خودشان را و برنامه زندگی را باید از این قرآن دریافت بکنند. این وظیفه هر مسلمانی هست که بر اساس دستورالعملی که الله متعال داده، بر اساس فرامینی که الله متعال توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم به من و شما ابلاغ کرده و در این کتاب جاودانی ثبت شده، باید زندگی خودمان را بر این اساس بگذاریم. هر مسلمانی این وظیفه را دارد که قرآن را همیشه مطالعه بکند و بخواند و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ترغیب دادند ما را، کسانی که قرآن را حفظ دارند، کسانی که قرآن را بلد هستند میتونند بخونند، گفتند تعهد بکنید، قرآن را بار بار بخوانید، همیشه قرآن را بخوانید، زیرا که این قرآن و این چیزی که شما حفظ کردید حتی از شتر هم رمنده تر هست، احتمال دارد که خیلی زود از ذهن و خاطر شما برود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که متفق علیه است، حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت فرموده، کسانی را که قرآن میخوانند یا قرآن نمیخوانند برایشون مثالهایی را بیان فرمودند. ایشان میفرمایند که مثال مسلمانی که قرآن میخواند و مسلمانی که قرآن نمیخواند چی هستند؟ فرمودند مسلمانی که دائما قرآن را تلاوت میکند و قرآن را میخواند مانند نارنج هست، که مثل الاترج، مانند نارنج هست که هم بوی خوشی دارد و هم طعم خوشی دارد. یعنی این که انسان مسلمان با ایمانی که در قلبش هست واقعا بهترین شخصیت هست و مورد قبول درگاه الله متعال هست، باطنش هم زیبا هست و زمانی که قرآن را تلاوت می کند با زبان خودش، ظاهرش هم آراسته می شود، افکارش آراسته می شود، زبانش آراسته می شود. پس بنابراین مسلمانی که قرآن را همیشه می خواند و ختم می کند مانند نارنجی هست که هم طعم خوشی دارد و هم بوی خوشی دارد. اما مسلمانی که قرآن را نمی خواند، ایمان دارد، قلبش زیبا هست، آراسته هست با نور ایمان، اما قرآن نمیخواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند این مسلمانی که قرآن نمیخواند مانند خرما هست که طعم شیرین هست، لذیذ هست، اما بوی رو ندارد. پس بنابراین انسان مسلمان هم باید ظاهرش آراسته باشد و هم باطنش، مانند برترین مثالی باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم داده، هم ظاهرمان عطرآگین باشد با عطر قرآن و هم باطن ما آراسته به نور ایمان باشد. در کنار مثالهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسلمان زدند، مسلمانی که قرآن میخواند و مسلمانی که قرآن نمیخواند، دو مثال دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای منافقانی زده که قرآن میخوانند و قرآن نمیخوانند. آن دسته از منافقان که ظاهرا قرآن را تلاوت میکنند و آن دسته از منافقانی که با قرآن سر و کار ندارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند مثال منافقی که قرآن را میخواند مانند ریحان هست. ریحان بوی خوشی دارد اما طعمش چندان به مزاق انسان خوش نیست. ظاهرا قرآن میخواند، آوازش و صدایش صدای قرآن هست،
اما باطنش چون که از نور ایمان خالی هست، هیچ گونه طعمی و هیچ گونه آرایشی را ندارد. پس بنابراین منافقی که قرآن میخواند مانند ریحان هست که بوی خوشی دارد اما طعمش خوش نیست. اما منافقی که با وجود اینکه منافق هست ایمانی ندارد، قرآن هم نمیخواند، آن مانند هندوانه وحشی هست که نه طعمی دارد و نه بویی. نبویی دارد که بویش خوش باشد، مردم از بویش استفاده بکنند، و نه طعمی دارد که مردم بتوانند از آن بهره‌ای ببرند، بلکه طعمش بسیار تلخ و ناگوار هست. پس بنابراین انسان مسلمان همیشه باید سعی بکند آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه فرمودند، همیشه قرآن را تلاوت بکند، تا این که هم ظاهرش عطرآگین به قرآن باشد و هم باطنش با نور ایمان منور باشد. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق عنایت بفرماید که قرآن را همیشه در هر صبح و شب و در پاسه‌هایی از شب همیشه مطالعه بکنیم، تلاوت بکنیم، و الله متعال همه من و شما را عامل بر دستورات قرآن کریم بگرداند. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.